جامعه جهانی، تمرکز بر تروریسم رژیم در منطقه. در حالی که کمتر از 3 ماه به سرآمد ضرب العجل آمریکا برای تعیین تکلیف برنامه موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای رژیم باقی مانده، هم اروپا، هم آمریکا و هم کشورهای منطقه با صراحت تمام بیش از پیش بر موضوع دخالت‌های منطقه‌ای رژیم متمرکز شده و خواستار پایان دادن به این ماجرا شدند. خبرگزاری پاسداران، فارس، 25 بهمن. پاریس، روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه، ایران را به ارسال سلاح به یمن متهم کرد و آن را موضوعی خواند که بایستی به آن پرداخت. ماکرون در جمع خبرنگاران گفت: من خواستار دور جدیدی از مذاکرات با طرف‌های منطقه‌ای و اعضای دائم شورای امنیت هستم. همانند همان کاری که ما درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران انجام دادیم. اما این بار می‌خواهیم گفتگوها را به کشورهای منطقه گسترش بدهیم تا بتوانیم این ناامنی را کاهش داده و آن را ریشه‌کن کنیم. وی اضافه کرد: ما لازم است موشک‌های بالستیک رژیم ایران را تحت نظارت قرار دهیم. این موضوع برای امنیت منطقه ضروری است و بنابراین لازم است ما سازوکارهای تحریم و کنترلی مناسب با آن داشته باشیم. سایت حکومتی دیپلماسی ایرانی، 25 بهمن. اتهامات تیلرسون علیه ایران درباره سوریه. نفوذ ایران در داخل سوریه یک امر مثبت نیست، چرا که نفوذ ایران همراه با بی‌ثباتی و خشونت است. ما از ایران می‌خواهیم تا نیروهای خود را از سوریه خارج کند و معتقدیم که این روش درست برای آینده است. خبرگزاری پاسداران، فارس، 25 بهمن. مقام امنیتی آمریکا: ایران در پی نفوذ در منطقه است. خلاصه گزارش سالانه ارزیابی تهدیدات پیشروی آمریکا که توسط سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور تهیه شده، امروز در کمیته اطلاعاتی سنا قرائت شد. دن کوتس معتقد بود که تهدید بعدی پیشروی جامعه آمریکا تروریسم است. کوتس در این بخش از داعش، القاعده، حزب الله و ایران نام برد. از ایران البته با عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی یاد شد. این مقام آمریکایی مدعی شد که ایران شبکه‌ای جهانی ایجاد کرده تا در صورت لزوم بتواند از آنها برای حملات تروریستی استفاده کند. سایت حکومتی ساعت 24 25 بهمن. نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با موضوع سوریه باز هم بخش اعظم صحبت‌هایش را به ایران اختصاص داد. نیکی هیلی نماینده آمریکا مدعی شد که ایران و حزب الله لبنان در صدد برنامه‌ریزی برای حضور باقی ماندن و حضور دائمی در سوریه هستند. وی با اتهام زنی بی اساس درباره حمایت ایران از تروریسم مدعی شد که آنچه در خاورمیانه مسلم است این است که هرگاه ایران و حزب الله وارد می‌شوند بی ثباتی هم همراهشان می‌آید. خبرگزاری مهر آخوندی، 25 بهمن. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بار دیگر در گفتگو با شبکه اماراتی اسکای نیوز ایران را به ایجاد ناامنی در عراق متهم کرده است. خبرگزاری پاسداران، فارس، 25 بهمن. عراقچی در حاشیه دیدار با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه: ما با طرف‌های اروپایی هم در حال رایزنی‌های مستمر هستیم. وقتی دیپلمات‌ها با هم می‌نشینند ممکن است در مورد موضوعات دیگر هم بحث و گفتگو کنند، ولی تمرکز گفتگوهای امروز ما بر برجام است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم، 25 بهمن. ولایتی: اجازه دخالت بیگانگان در حوزه موشکی را نمی‌دهیم. صحبت‌هایی درباره منطقه و موضع جمهوری اسلامی ایران درباره سوریه، یمن و عراق داشتیم و علت کمک ما به این کشورها و ارزیابی ما از آینده این کشورها که کاملاً قانع بود و همچنین درباره کمک ایران به این کشورها نیز مباحثی مطرح شد.